شب همگی شما خوش. به 8 مارس نزدیک میشیم. تقریبا حدود 10 روز دیگه، شاید یه کمی بیشتر مونده به 8 مارس. همه میدونیم که 8 مارس چه روز مهمیه، نه فقط توی تاریخ جنبش آزادی زن، بلکه حتی توی تاریخ آزادی خواهی و برابری طلبی. بعد به خصوص برای جنبش آزادی زن توی ایران 8 مارس همین روز توی تاریخ خود ایران مهمه، هم از نظر ابعاد و اهمیت بین المللیش. یادتونه سال 57 17 اسفند مصادف با 8 مارس 57 چگونه زنان ریختن تو خیابونا تو تهران علیه فرمان حجاب خمینی، چجوری فریاد زدن در بهار آزادی جای زنان خالی است، آزادی زن نه شرقی نه غربی است، ما حجاب نمیخوام، و بسیاری شعارهای بسیار پیشرو مترقی دیگه در اون روز دادن. و این در واقع روز تولد یه جنبش نوین آزادی زن توی ایران و تو تاریخ ایران بود. ما در واقع میخوایم از چند زاویه 8 مارس امسال تو ایران گرامی بداریم. یکی اینکه هر کسی که به خودشو آزادی خواه میدونه، خودشو برابری طلب میدونه، 8 مارس براش به عنوان یه روز تاریخی بین المللی مهمه و در این روز حرکتی میکنه، کاری میکنه، راهپیمایی میکنه. در خیلی از کشورهای جهان در این روز راهپیمایی میشه. یکی این که توی جامعه ایران وقتی که به یادمون میاد که چگونه جنبش آزادی زن نوین متولد شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت، چقدر تو این 39 سال قربانی داد برای اینکه بتونه پرچم آزادی زن، پرچم برابری زن و مرد رو بلند نگه داره، ما لازمه که این 8 مارس این روز تاریخی مال جامعه ایران، مال جنبش آزادی زن در ایران رو هم گرامی بداریم. و یکی دیگه، الان یه خیزش انقلابی تو جامعه است. الان از دیما مردم در گوشه و کنار کشور فریاد زدن مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. و توی همین مدت تعداد زیادی زن اومدن و حجاب خودشون رو برداشتن، این حجاب رو به یک چوب گرفتن، رفتن وایسادن نیم ساعت، یه ساعت، و گفتن که ما حجاب رو نمیخوایم، ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. چون ما هممون میدونیم که چگونه حجاب بیرق این رژیمه، بیرق یک جنبش ارتجاعی ضد زن اسلامیه. حجاب اسلامی فقط یه تیکه پارچه نیست، فقط پوشش نیست، بیرق یک جنبش ارتجاعی، یک جنبش تروریستی، یک جنبش خشن و وحشی و جنایتکار. 39 ساله که این رژیم سر کار اومده، 39 ساله که تو این جامعه خون پاشیده، کشتار کرده، قربانی گرفته، اعدام کرده، سرکوب کرده، شلاق زده، دست بریده، پا بریده، چشم در آورده، تجاوز کرده، پول خورده، دزدی کرده، فساد. این جدول بلند بالا است. و حجاب در تمام این 39 سال به عنوان پرچم این همه کشتار، این همه سرکوب در دستاش بود. هر وقتی که خواسته جامعه رو سرکوب کنه، اول ریخته سر زنا، حجاب سر زنا خواسته بکنه، زنا رو دستگیر کرده، زنا رو کتک زده و بعد رفته به کار دیگش رسیده. 39 ساله داره این کارو میکنه. و در این یه ماه خورده گذشته زنای زیادی با شجاعت تمام اومدن و این حجاب، این سمبل بردگی، این سمبل بندگی، این سمبل سرکوب، این بیرق جنبش اسلامی و رژیم اسلامی رو به چوب گرفتن و گفتن ما نمیخوایمش، ما نمیخوایمش و ما به دورش میندازیم. و به همین خاطر هم مهمه که ما امسال 8 مارس رو گرامی بداریم، نشون بدیم که جنبش آزادی زن تو ایران چه قدرتی داره، چه صلابتی داره، چه شجاعتی داره و چگونه و
برای سرنگونی رژیم اسلامی، این رژیم ضد زن، این رژیم حجاب، این رژیم آپارتاید جنسی می جنگه، مبارزه میکنه و مقاومت میکنه. 8 مارس امسال یک 8 مارس ویژه است، یک 8 مارس مهمه، یک 8 مارس تعیین کننده است. ما این روز رو باید به یک روز مهم علیه زن ستیزی، علیه نابرابری، علیه اختناق، علیه سرکوب، علیه رژیم اسلامی، علیه حجاب، علیه آپارتاید جنسی، علیه ستم بزن تبدیل کنیم. باید بیان تو خیابونا، باید راه پیمایی کنیم. روشنه ما باید به هر شکلی که میتونیم این روز رو گرامی بداریم، در گوش و کنار جامعه، در هر شهر و ده و شهرستان. اما باید بکوشیم، باید بکوشیم نیروی خودمون رو جمع کنیم، نیروی خودمون رو بسیج کنیم، نیروی خودمون رو سازمان بدیم و راهپیمایی کنیم. 8 مارس امسال روز راهپیماییه. راهپیمایی برای آزادی زن، راهپیمایی برای برابری زن و مرد، راهپیمایی برای یک نظام آزادی خواه و برابری طلب، راهپیمایی علیه رژیم اسلامی، راهپیمایی برای سرنگونی این رژیم زن ستیز. این همه شجاعتی که ما دیدیم از زنان جوان و حتی مسن که اومدن رفتن روی بلندی، حجابشون رو برداشتن و روی چوب کردن و همشون تک تک توسط این پاسدارهای لات و باش دستگیر شدن، بعضن هولشون دادن انداختنشون زمین، بعضن همونجا کشیدنشون رو زمین بردن. این کثافات، این اوباش، این نیروی لجن، این همه شجاعت، این همه شهامت و اینها کارهای هر دونش در این حالی که در مجموعه یک عمل اجتماعی بود خودش فردی بود. مهم اینه که الان ما میخوایم جمعی یک کاری بکنیم، جمعی دست به یک کار بزنیم، جمعی بریم به جنگ زن ستیزی، حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی، نابرابری زن و مرد. روز 8 مارس این روزه، روز 8 مارس این روزه و باید این روز رو ما تبدیل بکنیم به یک روز آزادی خواهی و برابری طلبی تو کل جامعه ایران و ما بشیم پیشتاز آزادی زن تو کل جهان، تو کل منطقه. میدونید اگر ما بتونیم تو جامعه ایران اسلام رو به زیر بکشیم، جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم، حجاب اسلامی رو به دور بندازیم، آپارتاید جنسی رو از هم بپاشیم، منطقه به دنبال ما و همراه ما آزاد خواهد شد، از این بختک اسلامی آزاد خواهد شد، از این حجاب سیاه اختناق و نابرابری آزاد خواهد شد. و ما میتونیم، و ما میتونیم به سمبل این مبارزه، به سمبل این جنبش تو کل منطقه بدل شیم. چشمهای منطقه به ماست. الان تو این یک ماه و خورده‌ای که این زنان جوان اومدن و حجاب رو بر سر چوب کردن، آواش تمام دنیا رو برداشته، تمام دنیا راجب ما حرف میزنن، تمام دنیا راجب شما حرف میزنن، تمام دنیا دارن راجب این جنبش توی جامعه ایران حرف میزنن و شما مطمئن باشید که چشمها در این 8 مارس به سوی ماست، به سوی شماست، به سوی ایرانه، به سوی جنبش آزادی زن تو ایرانه. و تمام اون زنانی که زیر ستم و سرکوب اسلام و دولت‌های سرکوب اسلامی تو منطقه دارن زندگی می‌کنن، چشمشون به ماست، امیدشون به ماست. برای اونها روزنه‌ها باز خواهد شد، روزنه‌ها به سوی آزادی باز خواهد شد، روزنه‌ها به سوی جامعه ضد اسلامی باز خواهد شد. 8 مارس امسال باید به خیابان‌ها بیاییم، به خیابان‌ها بیاییم و با هم زن و مرد در کنار هم
راهپیمایی کنیم برای آزادی، برای برابری، علیه رژیم اسلامی، علیه جنبش اسلامی، علیه حجاب اسلامی، علیه آپارتاید جنسی. به دستانمون شعارهایی بگیریم که روش نوشته زنده باد آزادی زن، زنده باد برابری زن و مرد، ستم بر زن موقوف. ما حجاب نمیخوان، نمیخوان. در این حال یک ابتکار بسیار بسیار جالب که میتونه ما رو با هم در کنار هم قرار بده، ما رو به یک جنبش تنیده تبدیل کنه، ما رو به یک جنبش با هم تبدیل کنه، اتحاد ما رو نشون بده، به یک حرکت سمبولیکه، یک حرکت سمبولیکه. سازمان آزادی زن 10 سال پیش یک روبان قرمز رو به شکل 8 تهیه کرد، شهلا نوری تو سازمان آزادی زن، و روش نوشته زنده باد آزادی زن، رو بعضیاش نوشته معیار آزادی جامعه آزادی زنان است. روبان‌های بسیار ظریف کوچک که در این حال کوچک بودن سمبل یک جنبش بزرگه، یک جنبش عظیمه. درست کردن این روبان‌ها کار سختی نیست. به شکل 8 انگلیسی روبان باریک قرمز و رو شعار زنده باد آزادی زن یا هر شعار دیگه‌ای که خودتون می‌خواید در رابطه با 8 مارس و جنبش آزادی زن روش بنویسید. اینها رو میتونید با سنجاق قفلی کوچیک بزنید به سینه هاتون. اگر برید به وبلاگ ها رجوع بکنید، موقعی که جنبش دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تو کل شهرهای مختلف ایران تظاهرات میکردن برای آزادی و برابری، علیه ستم و سرکوب و اختناق، بسیاری از این دانشجویان همین روبان قرمز الان 8 انگلیسی رو به سینه ها دارند. اگر برید توی اینترنت جستجو بکنید دانشجویان آزادی خواه برابری طلب، این 8 های سمبولیک رو، روبان های 8 سمبولیک رو بر سینه بسیاری از این جوانان دانشجو، جوانان آزادی خواه و برابری طلب میبینید که متاسفانه چند تا از اونها دیگه در میان ما نیستن به خاطر سرکوب این رژیم. یاد اون جوانهای عزیز و نازنین، جوانهای آزادی خواه رو هم ما میتونیم به این ترتیب روز 8 مارس گرامی بداریم. 8 مارس روز ماست، 8 مارس روز جنبش ماست، 8 مارس روز جنبش آزادی زنه، روز جنبش آزادی خواهی و برابری طلبیه. الان بیش از یک قرنه که دنیا 8 مارس رو گرامی میداره. 8 مارس پیوند تعهد میکنه، پیوند میبنده که تا زنان تو جامعه آزاد نشدن، تا زنان تو جامعه با مردها کاملا برابر نشدن، تا تبعیض جنسیتی تو جامعه کاملا مطلقا از بین نرفته، 8 مارس رو ما به همین ترتیب به راه پیمایی ادامه میدیم و صدای اعتراض خودمون رو علیه این تبعیض، علیه این ستم، علیه این نابرابری بلند میکنیم. امسال 8 مارس در جامعه ایران ویژه است. امسال سال ویژه است. امسال سالی هست که مردم به پا خواستند علیه فقر، علیه سرکوب، علیه نابرابری، علیه رژیم اسلامی، علیه اعدام، علیه اختناق، علیه فساد، علیه زنستیزی، علیه تبعیض، علیه حجاب اسلامی. می‌بینیم چگونه زنان به انواع و اقسام مختلف دارن با شجاعت کامل این رو بیان می‌کنن و نشون می‌دن. 8 مارس وعده ما توی خیابون‌ها، تو خیابون تهران، تو سنندج، تو مریوان، تو رشت، تو ساری، تو کاشان، تو قزوین، تو گرگان، تو آمل، توی همدان، تو کرمانشاه، تو همه شهرها. از همین حالا میتونید بگید خیلی خوب، میریم
توی مرکز شهر جمع میشیم، بس میریم جلوی دانشگاه شهر جمع میشیم، یه نقطه‌ای که برای همه قابل دسترسیه و پخش اون کار سختی نیست. الان با وجود تلگرام و این حرفا کاملا راحته. روز 8 مارس، پنجشنبه 8 مارس، بیایم تو خیابون و مارشی به راه بندازیم برای آزادی زن، برابری زن و مرد، علیه تبعیض جنسی، علیه حجاب اسلامی، علیه آپارتاید جنسی، علیه رژیم اسلامی. دستهایتون رو به گرمی می فشارم به امید روزی که این رژیم رو به زیر بکشیم و بتونیم آزاد و برابر زندگی بکنیم. به امید اون روز.